با سلام و درود، با یک قسمت دیگه از آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز در خدمت شما هستم. امروز هم می‌خوایم قسمت اول از فصل اول رو با هم دیگه خط به خط، دیالوگ به دیالوگ بریم جلو و کلی کلمه و اصطلاح با هم دیگه یاد بگیریم، به طوری که اصلا نیاز نباشه دیگه به زیرنویسای این سریال توجه بکنیم. پس تا آخر این سریال با من باشین. خب تو قسمت‌های قبلی رسیدیم به اون قسمت که جویی و چندلر داشتن به راس کمک میکردن وسایلش رو سرهم بکنه. در ادامه راس داره یه قوطی بیر رو یا در واقع آبجو رو میگیره دستش، کلاچ میکنه. کلاچ در واقع یعنی اینجوری گرفته دستش و محکم گرفته. کلاچینگ بیر کن، کن اینجا معنی قوطیه، به معنی توانستن نیست. و اسنف میکنه، اسنف میداره بو میکنه. تو کلاچ یعنی چنگ زدن و محکم گرفتن. Grasp or seize something tightly or eagerly. مثلا میگیم he stood clutching a microphone. اون آقا اونجا وایستاده بود و میکروفون رو محکم دستش گرفته بود. حالا اسنف چیه؟ اسنف یعنی بو کشیدنه، بالا کشیدن دماغ هم هست. یعنی draw in air audibly، یعنی کشیدن هوا به داخل آدیبلیه، یعنی به صورت یه صداش شنیده بشه. through the nose برای از داخل دماغ، to detect smell برای تشخیص یه بو، to stop it from running برای اینکه جلوی آبریزش رو بگیریم، or to express contempt یا بیان بیتوجهی. مثلا his dog sniffed at my pants، یعنی اون سگ اون آقاه روی لباسم بو کشید، لباسمو بو کشید. بو کشیدن، بالا کشیدن دماغ، اینا رو بهشون میگن اسنف. بعد که راس این کارو میکنه، شروع میکنه به حرف زدن. میگه this was Carol's favorite beer. این بیر یا آبجوی فیوریت یا مورد علاقه کارول بوده، زنش بوده. یاد زنش میفته که ولش کرده. She always drank it out of the can. میگه همیشه این بیر رو، این آبجو رو از قوطی میخورد یا مینوشید، یعنی سر میکشید، از رو قوطی میخورد، تو لیوان نمیریخت. I should have known، باید میدونستم. I should have known وقتی از should have استفاده میکنیم برای بیان یه کاریه که باید انجام میدادیم ولی انجام ندادیم، در واقع یه حالت پشیمونی داره. میگه I should have known، باید میدونستم، باید میدونستم وقتی داره از روی قوطی میخوره رو لیوان نمیخوره، حتما مثلا این زنم لزبیان هست. یه شوخی هست که طبیعتا یه خورده فکر بکنید متوجه اون شوخیه میشی. خب اینجا جوی میگه hey 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 if you're gonna start with that stuff we're out of here. میگه اگر میخواییم با این چیزا شروع بکنی، دوباره این چیزا شروع بکنی، we're out of here، ما اینجا میریم، ما we're out تا یعنی out of here. و چندر میگه yes please don't spoil all this fun. میگه آره لطفاً این تفریح رو یا این حالت خوشی که داریم رو spoil نکن. spoil یک از معنیاش یعنی گند زدن. spoil یعنی خراب کردن، گند زدن، ضد حال زدن هم هست. prevent someone from enjoying an occasion or event یعنی جلوی لذت بردن دیگران از یک رخداد یا یک مناسبت رو بگیریم. مثلا میگم she was afraid of spoiling Christmas for the rest of the family. یعنی اون خانومه میترسید از این که کریسمس رو برای بقیه اعضای خانوادهش خراب بکنه، گند بزنه، ضد حال بزنه. و اینجا چندلر وقتی میگه spoil نکن، منظورش اینه که گند نزن، ضد حال نزن به این خوشی که الان داریم. جویی میگه راس let me ask you a question، بذار یه سوال ازت بپرسم. she got the furniture یعنی اون، یعنی اون خانومه که ازت جدا شده، مبلمانو که اون داره، furniture، the stereo، استریو رو اون داره، اون گرفته، the good tv اون تلویزیون خوبه رو، what did you get تو چی به دست آوردی، تو چی رو گرفتی، یعنی وقتی وسایل خونه رو با هم دیگه تقسیم میکردین تو چی گرفتی، همه چی که اون گرفته. راست میگه you guys، میگه شما ها رو به دست آوردم. چندلر میگه oh god، خدای من، 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 خد
خدایا. و جویی میگه You got screwed، یعنی به فنا رفتی. You got screwed. البته اصطلاح خوبی نیست و بهتره که توی محاوره استفاده نکنیم، اصطلاح زشتیه، ولی خب اگه میخواین استفاده بکنید، میخواین بگین به فنا رفتی، به فلان رفتی، میتونید بگین You got screwed. Oh my god. چندلر میگه خدایا، خدای من، یعنی در قبال اون همه چیزایی که خانم به دست آورده، تو اصلا چیزی به دست نیاوردی. خب قبل از اینکه ادامه رو با هم دیگه داشته باشیم، ازتون یه خواهشی دارم، اینکه اگر دوست داشتین لایک بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید. همین الان اون لایک رو محکم بزنید، کامنت بذارین و سابسکرایب هم یادتون نره. این به من کمک میکنه برای اینکه بتونم ویدیوهای بیشتری رو براتون بسازم، چون در واقع باعث رشد کانال میشه. خب اینجا صحنه عوض میشه، میریم توی رستوران. مانیکا و پال آر ایتینگ. مانیکا و پال دارن غذا میخورن. پال میگه I know میدونم I'm such an idiot. میگه عجب احمقیم من، عجب خریم من. I'm such an idiot یعنی عجب خریم، عجب احمقیم من. I guess I should have caught on. Should have، قبلا تو درس قبلی هم بهتون گفتم، برای وقتیه که یک کار رو باید انجام میدادیم ولی انجام ندادیم. But I should have caught on یعنی باید میفهمیدم، باید مچشو میگرفتم. When she started going to the dentist، dentist هستش در واقع، یعنی دندون پزشک، ولی تو محاوره و توی تلفظ امریکایی ت خیلی خفیف تلفظ میشه، اصلا تلفظ نمیشه، باید میشه dentist. 4 and 5 times a week، وقتی که اون، یعنی مثلا زنش یا دوست دخترش، شروع کرد که بره پیش دندون پزشک، to the dentist یعنی مطب دندون پزشک. 4 and 5 times a week، 4 و 5 بار در هفته میرفت پیش دندون پزشک. I mean how clean can teeth get، منظورم اینه که دندون ها مگه چقدر میتونن تمیز بشن. 4 یا 5 بار در هفته. I guess یعنی من فکر میکنم، اینجا به معنی حد زدن نیست، فکر میکنم که باید میفهمیدم وقتی که اون خانم 4 و 5 بار در هفته میرفته دندون پزشکی، در واقع داشته با من خیانت میکرده. مانیکا میگه My brother's going through that right now، برادر من داره تو همین وضعیت در حال حاضر هستش، تو همین وضعیته. He's such a mess یعنی خیلی به هم ریخته است، داغونه. مس یعنی به هم ریخته، که به هم ریخته خونه هم بهش میگن مس. وقتی میگیم پیس ساچه مس یعنی داغونه، اصلا به هم ریخته شده. How did you get through it؟ تو چجوری از این رد شدی؟ تو چجوری از این وضعیتی که داشتی رد شدی؟ Go through یا get through یه وضعیت بدی بوده که ازش رد شدن. برادر من تو همین وضعیته، تو چجوری رد شدی از این وضعیت؟ Get through کردی، این وضعیت بد رو رد کردی. و پال جواب میده Well خب you might try accidentally breaking something valuable of hers. Say her. Well خب ممکنه سعی بکنید accidentally یعنی تصادفاً break بکنید، بشکنید something valuable of hers، یه چیز با ارزش ازش. Say her اینجا say معنی گفتن نیست، say معنیه مثلنه. مثلا بعد مانیکا میگه leg، مثلا پاشو بشکونی. و پول laughing در حال که داره میخنده میگه that's one way، میگه اینم یه راهشه، اینم یه جورشه. me ولی من، I went for the watch، من رفتم سراغ ساعت مچیش، ساعت مچیشو زدم شکوندم. that's one way. me I went for the watch، من ساعتش رو انتخاب کردم که بزنم بشکنم. اونم چی؟ وانمود کرده که تصادفاً زده شکونده. مانیکا با تعجب میگه You actually broke her watch؟ یعنی واقعاً ساعتش رو شکوندی؟ Wow! The worst thing I ever did was worst یعنی بدترین، بدترین چیزی که تا الان انجام دادم، I ever یعنی تا الان انجام دادم، was این بود که I shredded، من پاره پوره کردم my boyfriend's favorite bath towel،
باث تاول یعنی حوله حموم، فیوریت یعنی مورد علاقه، محبوبش. حوله حموم مورد علاقه و محبوب دوست پسرم رو پاره پوره کردم. تو شرد یعنی ریش ریش کردم، پاره پوره کردم. کاغذایی هم که معمولا میذارن توی دستگاه و معدوم میکنن، در واقع میگن که اینا رو شرد کردن. اینجا پال میگه steer clear of you. steer clear of you یعنی باید ازت دوری کنم، ما خطرناکی ها. to steer clear of somebody or something یعنی to avoid someone or something، از یه چیزی اجتناب کنیم، از یه آدم اجتناب کنیم. because you think the person or thing may cause trouble or be dangerous، به خاطر اینکه فکر میکنید اون شخص یا اون چیز ممکنه براتون دردسر درست بکنه یا خطرناک باشه. اینجا وقتی میگیم steer clear of you یعنی اینکه من باید ازت دوری کنم، خیلی آدم خطرناکی هستی یا ممکنه یه چیز به اصطلاح عجیب غریبی انجام بدی. خب تا اینجا کافیه، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگر دوست داشتین لایک بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید، اگرم خوشتون اومد حتما سابسکرایب بکنید تو این کانال.